این خبر آرماگدون است. در دستور کار امروز ما درباره نشان دجال بحث می‌کنیم. این در مورد عبادت و تجارت و عواقب آن بر متوقف شدن پیوندها به کتاب مقدس است. روز خوش. یک تروریست اسلامی سابق به نام ولید شعبات که یک نو ایمان مسیحی شده است، ارتباطی بین نام الله و 666 کشف کرده است. او توضیح می‌دهد که حروف یونانی XES که یوحنا به زبان یونانی نوشت، در واقع عبارت عربی بسم الله است که به نام الله معنی می‌دهد. او می‌گوید آنچه که یوحنا دید در واقع حروف عربی بود که او نتوانست آنها را بخواند، اما شباهتی به الفبای یونانی داشت که یوحنا نوشت. او توضیح می‌دهد که حروف یونانی XES که یوحنا به زبان یونانی نوشت در واقع عبارت عربی بسم الله است که به اسم خداوند معنی می‌شود. نوشتن نمادهای زبانی دیگری که توسط خوانندگان یونانی و قابل خواندن نیست بی‌معنی خواهد بود. بنابراین بسیار ممکن است که بسم الله عربی واقعا همان چیزی باشد که یوحنا در حروف یونانی دید و ثبت کرد. اولین نماد 666 شمشیرهای متقاطع مسلمانان است. حرف X نمادی از اسلام و جهاد است که اغلب توسط مسلمانان در پرچمها و نمادهای نظامی استفاده می شود. به دستگیره‌های شمشیر توجه کنید. نماد میانه یک نماد اسلامی است به نام بسم الله یا به نام خداوند. وقتی بسم الله را از یک طرف بچرخانید و آن را در آینه قرار دهید، همان حروف یونانی میانی را تشکیل می‌دهد که توسط یوحنا نوشته شده است. توجه داشته باشید که خط بالاتر از الله بخشی از کلمه الله است. این یک خط برای برجسته کردن نیست. این حرف توسط یوحنا نوشته شده است و به طور کامل شبیه الله است. حرف سوم حرف کلاله یونانی است که به معنای علامت یا نشان بندگی است. XES یونانی یا 666 نه تنها در بسم الله بلکه در شهدا نیز ذکر شده است که اعتراف اسلامی از ایمان است و این همان جمله قرآن است که در روز قیامت روی نشان بندگی می نویسند. XES همچنین به پرچم چچنی اسلامی شباهت دارد که دارای شمشیرهای ضربدری و نام الله اکبر به معنی الله بزرگتر است معنی دارد. این پرچم شباهت چشمگیر به XES یونانی دارد. همونطور که یوحنا نوشت، حتی با خط بالای حرف ای به نام الله نوشته شده است. همچنین ذکر شده است که در قالب خوشنویسی عربی نام الله اکبر شامل 3 بار عدد 6 است که به روشنی در نمازهای مسلمانان دیده می شود. نام الله اکبر مرتباً تکرار می شود و دقیقاً 111 بار در روز به مدت 6 روز تلاوت می شود که برابر با 666 است و در نماز جمعه مسلمانان فقط 98 بار الله اکبر را تلاوت می کنند. بنابراین ارتباط مستقیمی بین نام الله اکبر و شماره 666 قابل درک است. کتاب مقدس در مورد گرفتن مارک روی پیشانی یا دست راست صحبت می‌کند. اشاره شده است که مسلمانان پیش از این به عنوان سربندهای اعتراضی و جهادی اسلامی بر پیشانی و اسلحه خود بستند. بنابراین مسلمانان قبلاً شرط کردند تا این نماد را به عنوان سمبل اعتقاد خود برگزینند. کلمه یونانی چاراگما که برای علامت گذاری است و به معنای تنبر و در یونانی یک علامت منسوخ شده است، بنابراین پیروان دجال بر روی بدن خود یا بر روی نشان خود تنبر خواهند داشت تا روی پیشانی یا بازویشان قرار گیرد. این متناسب با اسلام است. از آنجا که طبق الهیات اسلامی مسلمانان برده خدا هستند و اسلام دین تسلیم است، نگاهی بیندازید به سربندهای مختلف اسلامی که برای یک مسلمان درست کردند تا نشانه ای از ایمانشان باشد.
یک پیشانی بند بسیار جالب وجود دارد که در واقع XES را با شمشیرهای متقاطع نشان داده است. آنها آن را پیشانی بند شهید می نامند. شگفت‌آور این است که فرهنگ لغت عربی استرانگ دقیقا به ما می گوید اسم الله واقعا چیست. نام الله در واقع کلمه عبری برای نفرین یا سوگند است. فرهنگ لغت استرانگ میگوید این یک نفرین ناخوشایند است، نفرین اعدام، سوگند یا قسم. بنابراین الله در واقع کلمه لعن است. به طرز حیرت انگیزی این مار بود که در باغ عدن اولین نفری شد که مورد لعن خدا قرار گرفت. بنابراین ارتباط بین مار مورد لعن و الله که به معنای نفرین است بسیار شگفت‌آور است. به نظر می رسد که با پوشیدن نام الله در حقیقت لعنت می شوید که مشخص می کند چرا نوشته الله به شکل مار است. در مکاشفات یوحنا از کتاب مقدس مسیحیان باب 12 آیه 9 شیطان را به عنوان اژدهای بزرگی که همان مار قدیمی به نام ابلیس و شیطان است توصیف می کند. سپس کتاب مکاشفه در مورد اژدهای بزرگ شیطان صحبت می کند که تاج و تخت خود را به دجال و گروهی از مردم که اژدها را عبادت می کنند می دهد که به آنها پادشاهی دجال داده است. مکاشفه فصل 13 آیه 4 و آنها اژدها را که قدرت به جانور می داد پرستش می کردند و پرستش جانور را می گفتند که چه کسی مانند جانور است؟ کی می تواند با او جنگ کند؟ آنچه که مردم چگونه آگاهانه اژدها و شیطان را می پرستند جوابی برایش موجود نیست. این افراد هیچ تصوری ندارند که در واقع شیطان را می پرستند، اما در خیابان او را با فریاد ستایش می کنند زیرا اژدها به آنها پادشاه داده است. چه نوع از مردم واقعا در خیابان خواهند ایستاد و خدای خود را به خاطر دادن امپراتوری و پادشاهی نیرومند که هیچ کس جرأت جنگ علیه آنها را ندارد می ستایند؟ چگونه مسلمانان با فریاد الله اکبر خدای خود را ستایش می کنند؟ این گونه است که آنها شیطان اژدها را با فریاد الله اکبر یعنی الله بزرگ است می پرستند. کتاب مقدس شیطان را فقط اژدها نمی نامد بلکه اژدهای بزرگ می داند. بزرگ در واقع بخشی از نام خداوند است، اما در کتاب مقدس بزرگ بخشی از این نام برای اژدها است. حتی فاحشه بابل که سوار جانور می شود اسمی روی سر او نوشته شده است. رمز و راز بابل بزرگ، شهری که فکر می کند عالی است. کلمه عالی همان کلمه اکبر است و واقعا شگفت‌انگیز است که فقط مسلمانان آن را فریاد می زنند. معنای دیگر کلمه عبری الله یا لعنت یک سوگند الزامی است. همانطور که بعداً خواهیم فهمید چیزی که خداوند از طرفدارانش می‌خواهد یک سوگند الزام آور است. در باغ عدن هنگام صحبت با مار نبوت بسیار عمیق در مورد روزهای پایانی به ما داده شد. در کتاب پیدایش باب 3 آیه 15 خداوند می‌گوید من مار و زن را از یکدیگر متنفر خواهم ساخت. فرزندان او و شما همیشه دشمن خواهند بود. فرزندان او سر شما را خرد می‌کنند و تو ای مار پاشنه فرزند او را نیش می‌زنی. خدا از نفرت بین مار شیطان و زن اسرائیل سخن گفت. سپس در مورد دو تخم صحبت می‌کند، تخم زن و تخم مار. مسیح موعود بذر زنی است و مار پاشنه مسیح را می‌گزد. عیسی مسیح که با میخ مصلوب شد، میخ از روی پاهای او عبور کرد که بر او دو علامت سوراخ بر جا گذاشت، انگار که او توسط یک مار گاز گرفته شده است. اما تخم مار کیست؟ من معتقدم که اینجا در مورد پسر موعود مار یا یک پیامرسان دروغین صحبت می شود. برای اینکه بفهمیم این دو نژاد مخالف چه کسی هستند لازم نیست خیلی دور برویم. می دانیم که این زن اسرائیلی است که مسیح را به دنیا آورد. ما فقط باید نژاد مردمی را جستجو کنیم که طبق این آیه از اسرائیل مانند مار متنفر هستند. این نژاد غیر از مسلمانان نیست. اما صبر کنید، خدا توصیف می کند که دانه ای از مار خواهد آمد و این دانه مار که توصیف دجال است از مردمی که شیطان به دلیل نفرتشان نسبت به اسرائیل انتخاب کرده است می آید.
دقیقا مانند مسیح موعود که دانه زن اسرائیلی بود، اسلام هم از طرف الله منتظر وعده موعود با عنوان امام دوازدهم است. این مهدی دانه مار الله است و این مهدی تبدیل به خلیفه و پادشاه اسلام خواهد شد و تمام سرزمین های تقسیم شده اسلامی را که با انحلال امپراتوری خلیفه عثمانی زخمی شده بود و باعث شد امپراتوری آنها تجزیه شود متحد خواهد کرد. این خلیفه یک پارچگی سرزمین های اسلامی را که کتاب مقدس به عنوان بهبود زخم سر توصیف می کند متحد می کند. وقتی اژدها قدرت و صندلی خود و اقتدار بزرگش را به او بدهد، تمام جهان اسلام از جانور شگفت زده خواهند شد. او همچنین کسی خواهد بود که برای جنگ علیه عیسی مسیح در نبرد آرماگدون می ایستد. یک ارتباط وحشتناک بین علامت جانور و اعتقاد اسلامی درباره آخرین روزها کشف شده است. شگفت‌آورتر از پیشبینی کتاب مقدس از جانور وحش، در واقع یک دستور اسلامی از خود محمد است که گفت خداوند در روز قیامت مردی از ملت من را بالاتر از همه آفرینش قرار خواهد داد. در مقابل او 99 اثبات برای گناهانش قرار خواهد گرفت. اثباتها تا زمانی که چشم کار می‌کند ادامه دارد. آیا شما هر یک از اینها را انکار می‌کنید؟ سپس او می‌گوید نه ای پروردگار. پس از او سوال می‌شود آیا بهانه‌ای داری؟ که او پاسخ میدهد نه خداوند. پس از او به او گفته میشود که فقط یک عمل خوب انجام داده اید و امروز هیچ محکومیتی برای تو نخواهد بود. یک نشان به او وحی میشود و نشان این است جز او خدایی نیست و محمد رسول الله است. سپس از او خواسته میشود تا اعمال خود را ارائه دهد. از پروردگار میپرسد این پیشانی بند چیست که با این اثبات وجود دارد؟ به او گفته میشود هیچ محکومیتی دریافت نخواهی کرد. اعمال در یک طرف ترازو قرار میگیرد و نشان در طرف دیگر و آن نشان مهمتر از ثبوت است. ترمیزی 26:39. نشان بندگی جعل اسلامی مسیح است که محمد ادعا می کرد همه گناهان آنها را در روز قیامت عفو خواهد کرد. به صورت خلاصه نام جانور به همراه تغییراتی در نام الله به عنوان نشانه تسلیم روی پیشانی یا روی بازوی راست قرار می گیرد. اسلام تسلیم و بیعت با خدای بیگانه است که نشان او از جانب محمد شهادت گفته شده است که کفرآمیز است و توسط مسلمانان به عنوان علامت روی پیشانی پوشیده می شود. شهدا عبارت از اعتقاد مسلمانان است که میگوید هیچ خدایی جز الله نیست و محمد پیامبر خدا است. اگر این شهدا بخشی از نشان جانور باشد، کسانی که آن را میگیرند برای همیشه منکر عیسی به عنوان پسر خدا خواهند بود و خود را به اسلام مهر و موم میکنند. این تنها مذهبی است که در واقع مسیح را به عنوان پسر خدا در کتابهایش انکار میکند. کتاب مقدس از این به عنوان یکی از پیش نیازهای دجال و پیروان دجال یاد میکنه که وی عیسی را به عنوان پسر خدا انکار خواهد کرد. نامه اول یوحنا باب 2 آیه 22 میگوید دروغگو چه کسی است؟ کسی است که انکار میکند که عیسی مسیح موعود است. او دجالی است که پدر و پسر را انکار میکند. انکار این که عیسی فرزند پدرش خدا است یک عقیده مسلمانانه است. آنها اظهار داشتند که کفرآمیز است که خدا بتواند فرزندی داشته باشد. بنابراین پوشیدن هر نشان اسلامی باعث میشود که رسما عیسی مسیح تنها امید نجات را انکار کنید. این موارد الزامات کتاب مقدس برای علامت جانور ضد مسیح را مشخص می‌کند. حتی بخشی از کتاب مقدس که علامت پیشانی جانور را پیش بینی می‌کند در قرآن و حدیث آمده است. این جانور خود را نماینده پروردگار معرفی می‌کند که در مکاشفات یوحنا باب 13 آیه 11 آمده است. قرآن به او رسالت مقدس برای احیای اسلام و برچسب زدن بر پیشانی همه مؤمنان مسلمان واقعی را پیش از زمانی که طبق سنت اسلام این جانور در روزهای آخر ظهور می‌یابد می‌دهد و چون قول بر ایشان واجب گردد جانوری را از زمین برای آنان بیرون می‌آوریم که با ایشان سخن گوید که مردم به نشانه‌های ما یقین نداشتند. قرآن سوره 27 آیه 82. پیامبر اسلام اولین نشانه‌هایی که اعلام کرد ظهور خورشید از محل تنظیم او و ظهور جانور بر روی مردم بود و اعلام کرد که هر کدام از این دو قبل از دیگری رخ دهد سپس دیگری در پشت آن خواهد
خواهد بود. چرا مسلمانان پیشانی های خود را با نشانه تسلیم به خدا علامت می زنند؟ این از اعتقاد آنها ناشی می شود که روزهای آخر نزدیک است. قرآن آنها می گوید وظیفه جانور متمایز کردن مؤمنان از غیر مؤمنان با اشیاء موسای پیامبر است که این جانور خطی را بر پیشانی هر مؤمن مسلمان ترسیم می کند که به موجب آن صورتش روشن و درخشنده و با انگشتر خواهد شد. این بینی هر فرد کافر را می بندد و به این ترتیب تمام صورت وی سیاه می شود و به این ترتیب تمایز کاملی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود خواهد داشت. به گونه ای که اگر بسیاری از احزاب در یک میز شام بنشینند، مسلمان و غیر مسلمان متمایز می شوند.